اوف خیسه عرب شد. خب چقدر عجیب و خیلی بیزن نزدیکتر بذارم یه بالتا. سلام، چطورین؟ چه خبر؟ این اولین ویدیویی که بدون برنامه همینجوری اومدم بشینم جلوی دوربین تا این جلوی ایدالگرایی سمی خودم که واقعا داره اذیتم میکنه رو بگیرم. یه هفته میشه که برنامه ریزی کردم، نوشتم دونه دونه تاریخ ها که تو چه تاریخی چه ویدیویی بگیرم، محتواشو نوشتم بیشترشو، ولی مثلا یهو میرسم به اجرا کردن پشیمون میشم یا اصلا میگم خب که چی، حالا مثلا چرا من میام راجع به این صحبت کنم که چرا اینو اونو فالو میکنید، یا اصلا شک اصولی رسیدم توی کاری که دارم انجام میدم. و اینکه چخی سرخ شدم، ببخشید دیگه، این ایدالگرایی گوشم کنار از اون ورش افتادم، بک‌گراندم خواستم مثلا یه جوری باشه که یعنی نور اینو نذارم با نور طبیعی، فقط صدا چون میخوام بد نباشه، صدای موبایل همه جا رو میگیره، گفتم که با میکروفون صدا رو بگیرم. خیلی عادی شده، خیلی بدو بودام کردم، عرقم کردم. شاید شما هم مثل من باشین، یه وقتایی تو زندگی آدم یه زمانایی پیش میاد که نمیدونی اصلا چی کار داری میکنی و مشغولی، درگیری، داری تلاش میکنی، دست و پا میزنی، ولی اصلا نمیدونی هدفت چیه. خیلی خوبه که در حال تلاش کردنی، چون که همین که تلاش میکنی تو این تکون تکونایی که میخوری بالاخره یه جای جدیدی پیدا میشه، یه مطلب جدیدی پیدا میشه، یه کار جدیدی پیش میاد، ارتباطی، آشنایی، چیزی و تکون میخوری. این خیلی بهتر از اینه که ثابت وایسی و هیچ کاری نکنی و هی فکر کنی، هی فکر کنی که یه کاری بکنم که خیلی خوب باشه. این خیلی خطرناکه. ولی از یه طرف هم وقتی که دیگه داری زیاد تلاش میکنی، هی بودو بودو داری و نمیدونی هدفش چیه، نمیدونی قراره به کجا برسی و توی شرایطی داری زندگی میکنی که خیلی دست خودت نیست، ما شب میخوایم صبح بیدار میشیم سورپرایز میشیم، همه چی تغییر میکنه، قیمت ها میده بالا، تورم فلان، اونا که دست ما نیست، کاری نمیتونیم واسش انجام بدیم. ولی تو مسیر زندگی خودمون آدما، امروز داشتم یه چیز متن رو مینوشتم برای ویدیو که تو احوال پرسیش میگفتم سلام خوبین، چه خبر، رو به راهین، رو به رشدین، مثل اون نقی بود توی چیز. این کلمه رو به رشد بودن خیلی باحاله، اینکه سعی کنی واقعا رو به رشد باشی. رو به رشد بودن یعنی اینکه روزی یه خط زبان انگلیسی بیشتر یاد بگیری، نمیدونم روزی یه دونه شنا بیشتر بری، اگه با بدن خودت مثلا حال نمی کنی، اگه با سطح زبانت حال نمی کنی، تو کاری که هستی یه جمله بیشتر یاد بگیری، نمیدونم تو هر تخصصی که داریم، ولی بیکار نباشی. این رو به رشد بودن خیلی مهمه. داشتم راجع به این فکر میکردم، بعد رسیدم به ویدیو گرفتن. یه ویدیو داشتم درست میکردم راجع به این که اصلا چرا اینو اونو فالو میکنیم. چند وقت پیش یادتونه دیگه یه پستی خیلی وایرال شد، دست به دست شد، که یه آقای طراحی لپتاپش توی اسنپ میمونه، اسنپیه میره میدوزده بعد نمیده، اینا میان پست میذارن وایرال میشه، اسنپ مجبور میشه جواب بده، و خلاصه در نهایت رسید به لپتاپش، یه گرافیستی بود. پستم راجع به این بود که چرا یهو اون پیج که 5 تا کلا پست گرافیکی داشته و یه نفری اومدن خب کیفشو دزدیدن، حالا از رسانه اجتماعی به درست استفاده کرده و سعی کرد با وایرال کردن این خبر برسه به کیفش و لپتاپش و اطلاعات هاردش، چرا باید 10,000 نفری رو فالوش کنن؟ مردم دنبال چی هن؟ بعد از اون مثال بعدی میشد برای مازیار شهره لرستانی که حالا تطبیق جنسی داد به قول خودش، بازیگری که ما به عنوان شهره لرستانی میشناختیمش، بعد اومد گفت من مازیارم، من پسرم، و اینستاگرامش فکر کنم توی کمتر از 2-3 روز 100,000 نفر 200,000 نفر رفت بالا. چه تغییری توی پرفومنس و توانایی های لرستانی انجام شد که مردم تا دیروز فالوش نمی کردن ولی یه تصمیم گرفتن که فالوش کنن. و آخر از همه مثالی که میخواستم بزنم راجع به این کنسرت رضا صادقی بود، این دختره که در حال گریه کردن خیلی شدید بود و خیلی کلیپش وایرال شد و بعد تش در اومد که ایشون یه دونه بیوتی بلاگر از یکی از شهرهای شماله، میاد تو کنسرت و اون شکلی گریه میکنه و یه دوربین کامل وای میسه ازش فیلم میگیره و بعد میرسه به دست رضا صادقی و میبرنش بک استیج و رضا صادقی پوستر رو میذاره و چند تا از سلبریتی ها میذارن، دست به دست میشه، 100,000 نفر نه کمتر 90,000 نفر فالوش میکنن و الان تبدیل شده به یه کسی که نسخه موفقیت برای دختر رو میپیچه و راجب رابطه نظر میده و داستان عاشقیش توی 14 سالگیشون میاد مثلا توضیح میده. راجب اینا میخواستم صحبت کنم، ولی
وسطاش واقعا پشیمون شدم، گفتم ببین مثل لباس پوشیدن میمونه دیگه، حالا مثلا شاید که بگی آی تو این لباس سفید میپوشی چقدر خزی بد لباسی، از اون طرف یکی بگه وای چقدر خوب، چقدر تو ساده میپوشی، چقدر شیک میپوشی. دیدین دیگه، یادم آدم ها رو دیدیم که لباسی عجیب غریب میپوشن به نظر ما، ولی خود طرف داره خیلی باش حال میکنه. این سلیقه است، همون جوری که شاید تو اطرافمون دور و بریامون یه عالمه آدم میبینیم با لباسای عجیب غریب، آدمای عجیب غریب هم میبینیم که تو اینستاگرام آدمای عجیب غریب تر رو مثلا فالو میکنن، دنبالشون میکنن، مثلا نیا کنی طرف 1000 تا 2000 تا، من تا 7000 تا هم دیدم فالوور داشتن، یعنی فالو کرده بودن یه پیج شخصی که فیک هم نبوده و ازشون سوال کردم، مثلا گفته آره اکثرش آنلاین شاپه و من همینجوری نگاه میکنم و خوشم میاد. و مثلا در صورتی که شما هر کاری بکنی اصلا امکان نداره، 1000 نفر هم اگر داشته باشی امکان نداره بتونی تمام محتوای اینا رو دنبال کنی، یعنی اگه خوشت هم بیاد، من میگم الکی هم فالو نکرده باشی، اصلا شما نمیرسی همه این داده ها رو ببینی. حرفم این بود که باید یه ذره بیشتر فکر کنم آدما دقت کنن به این قضیه، بدونن کیو دارن فالو میکنن، برای چی فالو میکنن، تمام این داده هایی که هر روز داره به ما میرسه تأثیر میذاره روی فکرمون، روی ذهنمون، روی چیزی که ما داریم به روح و روانمون تزریق میکنیم. تو باید رژیم سخت بگیری که بدن خوب داشته باشی، بدن فیت آماده، حالا من اصلا یکی دوست چاق باشه اوکی ما کاری نداریم، خوب و بد نسبیه واسه هر کسی، نگید الان گفت آقا هر کی چاق بده، ولی اون بدن فیت و آماده و سلامتی که ما داریم، میگیم این بدن سالمه، تو پزشک تغذیه میگه، یه ورزشکار میگه، یه سری رژیم‌ها رعایت میکنه، خواب مناسب رو رعایت میکنه، هر چیزی رو نمیخوره، ولی تو اینستاگرام ما هر چیزی رو میبینیم، هر چیزی رو دنبال میکنیم، شاید با یکی با نمیدونم تیپش حال میکنیم، با یکی میخندیم، با یکی داستان زندگیش برامون جذاب میشه، یکی سفرهایی که میره، اشکال نداره، من میگم بدونیم برای چی یکی رو دنبال میکنیم. و حرفم توی ویدیویی که میخواستم درست بکنم این بود، بعد وسطاش شک کردم که اصلا چرا بیام این حرفا رو بزنم، ولی تصمیم گرفتم که دیگه تایمای یوتیوبم رو فاصله نندازم توش، چون اگه امروز هم دیروز میخواستم در اصل این ویدیو رو بدم بیرون نشد، نرسیدم به ویدیو گرفتنش نرسیدم، امروزم که توی محتواش شک کردم، ولی دیگه یه 2 ساعت یهو برقا رفت توی این گرما، خوابیدم کلافه از خواب بیدار شدم، موج گرفت و گفتم که برم مثلا با دوربین ریکورد میکنم، بعد برقم اومد خدا رو شکر، ولی خیلی گرمه هنوز. خلاصه گفتم که ویدیو یوتیوب میخوام مثلا یه ذره تغییر کنه، چند تا کانال هست دنبال میکنم و یه نکته که توشون خیلی مهمه اینه که آدما ویدیو میسازن که حال خودشون خوب بشه. من از ویدیویی که میسازم اولش حالم خوب میشه و خیلی خوشحالم که همچین محتوایی تولید میکنم، وقت میذارم، سرچ میکنم، ترجمه میکنم، ارزش قائل میشم و میگم که شاید اینا از من بمونه، ولی الان راستش به یه نتیجه دیگه رسیدم که بعد از این مرحله حالم بد میشه، وقتی میزان بازدیداشو میبینم، وقتی میبینم که خیلی استقبال نمیشه، نه که حالا شادم خیلی استقبال نشه، تو اینستاگرام بد نیست، ولی خب کافیه یه ذره حاشیه‌ای باشه، یعنی هر چقدر من میخوام از این هی فرار کنم، هی برم سمت این که آقا ولش کن اصلا حاشیه چی، ببین کار درست حسابی بکنیم، راجع به مطالب درست بیاد، راجع به آدمای درست حرف بزنیم، من راجع به ویژن صحبت کردم، راجع به برند مکدونالد صحبت کردم، خب از اینا میشه درس گرفت، میشه ایده گرفت واسه بیزینس ها. اون الان همه اکثرا با یه واسطه ای تو اینستاگرام دارن یه پیج کسب و کار دارن، ولی اونقدی دیده نمیشه، ولی کافیه شما بیای بگی مثلا چه میدونم فلانی فلان کارو کرد و فلان بلاگر فلان اتفاق افتاد و این سر اون کلا گذاشت و این دروغ گفت، بازدیدش خیلی زیاد میشه و این ناراحت کننده است. بعد از اینکه من محتوا رو درست میکنم یه ذره که میگذره میبینم چقدر حیف که این شکلی میشه، در نهایت حالا نمیتونم که واقعا اونا صفرش کنم، اون چیزی که دوست دارم، اون علاقه که خودم دارمه، ولی یه مقدار ویدیوامو شاید بخوام شکلشو عادی تر کنم، راحت تر کنم. اصلا یوتیوب به نظرم کانسپتش اینه که تو گوشی تو بذاری یا دوربین تو بذاری شروع کنی جلوش صحبت کردن، اگه قرار بود این شکلی نباشه میشد برنامه‌های تلویزیونی و مدیا و رسانه‌ها که خب پروداکشن داره، استدیو داره، و من برای ویدیوام حداقل تا یه حد خیلی زیادی اون رو رعایت می‌کردم، با خاطر همین کیفیت ویدیوام خوب بود، تدوینش، نمی‌دونم صداش، همه چیش حرفه‌ای بود، هم وقت زیادی ازم می‌برد، هم کار زیادی می‌برد. اما احساس می‌کنم که میشه یه ذره کمترش کرد، خودمونی‌ترش کرد،
مخصوصا که بتونم یه محتوای درست بکنم یه مقدار مخاطبمو از نظر رده سنی بیارم پایین‌تر. مخاطبای من الان بیشتر بین 24 تا 35 سالن، اینجوری که اینسایت اینستاگرام و یوتیوب داره بهم میگه، و این مناسب برای فعالیت رسانه‌ای نیست، چون این رده سنی اصلا توی یوتیوب آنچنان فعال نیستن. یعنی به زور شاید حالا خودتو بکشی یه دونه فیلتر شکن از این فیریا روی گوشیشون داشته باشن، بازش کنن، بیان یوتیوب ببینن، ولی محتواهایی که مربوط به بچهای مثلا 18 تا 24 ساله 15 تا 24 ساله خیلی بیشتر وایرال میشه، خیلی بیشتر حمایت میشه و به دردشون هم شاید میخوره. من حداقل بعد از این یک سال فعالیتی که کردم احساس میکنم اونجوری که باید فیدبک نتونستم بگیرم، و خب چون درسی که خوندم مدیریت بوده، بیزینس بوده، الان دارم مشاوره این کارو میدم، میخوام یه ذره تغییرش بدم. احساس میکنم خب که این بازاری که من براش فعالیت کردم مخاطبش خیلی نمیپسنده این محصولو. ویدیوهای یوتیوب میبینید دیگه، بازدیدش اگه حاشیه‌ای نباشه بازدیدش خیلی پایین، حاشیه‌اش خودش اونقدری زیاد نمیشه، وای به حال بدون حاشیه‌هاش، و خب این یه ذره معقول نیست. یه کانالی رو دنبال میکنم برای یکی از دوستام، هم پیج اینستاشو دارم هم کانال یوتیوبشو میبینم، یه ولاگ درست کرده بود که یه موقع حالا اگه دیدی نگید دارم انتقاد میکنم، دارم راجع به سلیقه مخاطب میگم، اسمشو نمیگم، ولی نوشته بود که دارم آماده میشم که برم یا یه ویدیوی دیگه، مثلا یکی از دوستام درست کرده بود، اون یه کشور دیگه زندگی میکنه، ولاگشو توی کانالش گذاشته بود که داریم میریم نمیدونم فلان غذا رو بخوریم، یا داریم میریم خرید، ولاگ خریدمون از فلان جا، ویدئویی با این محتوا دیگه، یعنی روزمرگیای خالص، و مثلا توی یک روز 10,000 تا 15,000 تا 20,000 تا بازدید. مثلا نمیگم خوبه یا بده، این نشون دهنده سلیقه مخاطبه، و اگر شما سلیقه مخاطب رو نشناسی و فعالیت کنی محکوم به شکستی، و خب من دوست ندارم که شکست بخورم. در نتیجه برای اولین ویدیو احساس میکنم این الان معذب بودنم به خاطر اینه که هی دارم عرق میریزم و اینه خونک همه جا، فقط چون از اون چیزی که همیشه فکر میکردم برای ویدیو ساختم باید رعایت کنم خیلی فاصله گرفتم، و خیلی همین شکلی دوربین رو گوشم رو دوربین جلوش، تازه گوشی رو گوشم رو دوربین جلوش که بی کیفیت ترم هست، خیلی از اون چارچوبم دارم میشکنم خودم رو بیارم بیرون، و خیلی سخته. چقدر حرفای با ربط و بی ربط زدم نمیدونم، ولی یه مقدار خلاصه خواستم بهتون بگم. ویدیوهای این شکلی بیشتر دارم، نمیدونم چی میشه ولی انجامش میدم، اگه فیدبکش مثبت باشه امیدوارم که باشه بیشتر میکنم این شکلی، شاید بتونم زود ویدیو بذارم. حالا لابلای 4 تا مطلبی هم که میخوایم بگیم ما همین شکلی میگیم دیگه، خیلی ساده تر، اون شکلی استدیویی و نمیدونم استدیو که نبود، تا همینجاست این میزم این وره، حالا یه بار دوربینو الان خیلی اونور میریزه به هم، ولی یه بار نشونش میدم دیگه. چند دقیقه شد؟ 16 دقیقه با ببینیم خروجیش چقدر میشه. برای اولین ویدیو امیدوارم بد نباشه، احتمالا پر از ایراد، پر از توپق و نمیدونم این چیزاست، ولی کم کم درست میشه، بهتر میشه. ایده‌ای داشتین شما میتونید توی کامنت ها بنویسید، منم سعی میکنم خیلی دور نشم از اون ویدیوهایی که خودم دوست دارم، ولی سعی کنم اینجوری با این ویدیوها با بازدیدایی که میگیره انرژی بگیرم که اون کاری که میخوایم اون بر بتونم انجام بدم. دمتون گرم، ببخشید اگه خیلی نامرتب ویدیو، و تا ویدیو بعدی خداحافظ.